صدای سخن عشق، برنامه ای از مرکز جهانی مولانا و مؤسسه پرتو نور. مجری برنامه بانو گلشاد، با حضور عرفان پژوه معاصر بابک صفوت. با عرض سلام و درود بر شنوندگان رادیو ایران KIRN 670 AM، من گلشاد هستم و با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های صدای سخن عشق در خدمتتون هستیم و تشکر میکنم از تماس ها و تشویق های شما دوستان عزیزی که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته بود. سپاس از کارگردان فنی برنامه آقای علی سنایی برای همکاری‌های ارزشمندشون. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی مؤسسه پرتو نور و مرکز جهانی مولانا برگزار کننده تورهای عرفانی شهر لس آنجلس به دست ما رسیده، تور مولانا به مقصد بیگ بر به مدت 3 شب و 3 روز در ماه نوامبر 27 و 8 و 9 برگزار میشه که مقدمه است بر تور سفر قونیه که در تاریخ 14 تا 21 دسامبر هست. در طول این سفر معنوی و عرفانی علاوه بر جلسات مدیتیشن، رقص سما، موسیقی عرفانی و ورکشاپ های معنوی داریم و از حضور آقای بابک صفوت بهره مند خواهیم شد. همچنین این مرکز از این پس خدمات خودش رو در جهت مراسم و مناسبت‌های گوناگون، اعم از نامزدی و یا سوگواری، با انتخاب سخنران‌ها، موسیقی و فیلمبرداری‌های حرفه‌ای به هموطنان عزیز ارائه می‌کنه و می‌تونید در زمینه ی تورهای عرفانی و یا کسب اطلاعات بیشتر با خانم فریبا عرب به شماره 310 466 59 63 310 466 59 63 تماس بگیرید. و اما سلامی داریم حضور استاد صفوت و می‌خواهیم که در مورد داستان امروز مولانا برامون بفرمایید و سپس تحلیل‌های خودتون رو برامون بگین. من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما و تشکر دارم از مدیران و دست‌اندرکاران رادیو که این فرصت رو فراهم آوردند که ما بتوانیم در این جلسات متعدد به تحلیل و شرح و تفسیر داستان‌های جناب مولانا بپردازیم و در واقع روان خودمون رو اطراگین کنیم از کلام مولانا و ببینیم که این قواس عالم معانی در واقع چه گوهرهای زیبایی، چه گوهرها و مرواریدهای درخشانی رو برای ما به ارمغان آورده. عرضم حضورتون که داستان امروز موسی و شبان یکی از دلانگیزترین داستانهای مثنوی است که از دیرباز در سیستم آموزشی کشور خودمون ایران و احتمال میدم حتی در کشور افغانستان هم وجود داشته و خب گمانه های مختلفی در مورد اون وجود داره که این داستان رو مولانا از کجا وام گرفته، اخذ کرده، که تا بخشی از اونها رو من خدمتون خواهم گفت. البته فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه ایرانی که با این داستان آشنایی نداشته باشه، ولی خب به جهت زیبایی داستان رو میشنویم و به تحلیل آن خواهیم پرداخت. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شان سرت. جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمط بیهوده می گفت آن شبان،
گفت موسی با کی است این ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است؟ این چه کفر است و فشاق؟ پنبه ای اندر دهان خود فشا. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. چارق و پاتاب لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست؟ گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. دوستی بی خرد خود دشمنیست، حق تعالی زین چنین خدمت غنیست. گفته ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهاد اندر بیابانی و رفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی، یا برای فصل کردن آمدی؟ هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. چند از این الفاظ و از مار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بر نشان پای آن سرگشته راند، گرد از پره بیابان برفشاند. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بانو پریسا فکری و هادی فراست دو هنرمند خوش صدایی هستند که اشعار متن رو دکلمه کردن و مهربانانه و بی‌دریغ ما رو در تهیه این برنامه یاری کردن و امیدواریم که در آینده نیز بتونیم از صداهای زیباشون استفاده کنیم. برگشتیم به برنامه صدای سخن عشق و مبحثمون رو ادامه میدیم. بله، از ویژگی های شاید نخستین ویژگی این داستان در واقع این هستش که مولانا یک شهامت خاصی در طرح این موضوع از خودش ارائه داده. البته به نظر من در طرح هم این داستان و هم داستان پیر چنگی که در اونجا هم در واقع عمر رو در مقابل یک آدم مطرب سازن قرار میده و او هم در واقع راه خداشناسی رو اونگونه که خودش میخواد
در واقع برگزیده و مقبول درگاه خداوند هم در واقع افتاده. بله. در این داستان هم همینطور میبینیم که به هر حال اگرچه این دوتا شخصیت با همدیگه اصلا هموز نیستن، یعنی موسی به عنوان یک پیامبر اولوالعزم و صاحب رسالت مطرحه و چوپان یا شبان اصلا محلی از اعراب نداره در برابر او، اما آنچنان چالشی در این داستان به صورت دراماتیک در واقع مولانا مطرح میکنه که آدم احساس میکنه دوتا شخصیت، تقابل دوتا شخصیت هم وزن با هم دیگه داره اتفاق میفته، در حالی که اصلا شبان آدمی گمنامیست و اصلا ملمس کی هست، اصلا هویت نداره، ولی خب موسی به هر حال اولین پیامبر در واقع شاید توحیدی است و بنابراین خود طرح این موضوع به نظر من اینکه این دوتا شخصیت رو در تقابل و در رویاروی با هم مولانا قرار داده خودش موضوع بسیار جالبی است. در این حال در منابع مربوط به آیین یهودیت تا اونجایی که به اصطلاح مفسرین و محققین و پژوهشگران بررسی کردن از این داستان هیچ کجا چیزی شبیه به این مطرح نبوده و نیست، ولی خب در منابع صوفیه، در کتب صوفیه پیش از مولانا داستانهای شبیه به این وجود داشته. اما خب حالا بریم سراغ اصل داستان. به نظر من اولین نکته که در واقع به نوعی شرح حال امروز ما هم هستش اینه که ما الان میبینیم دیگه در واقع بسیاری مردم رو از این میترسونن که اگر شما مثلا فلان کار رو بکنید مورد خشم خداوند قرار میگیرین و مورد قهر قرار میگیرین و نمیدونم زلزله میشه و سیل میشه و نمیدونم خسوف میشه، کسوف میشه، خوشسالی میشه و مردم رو با این قضایا در واقع به نوعی میخوان در دل مردم دلهوره ایجاد بکنن و مردم رو به مطابقت از خود در واقع دعوت بکنن. بسیاری بر این باور هستند خانم گلشاد که خب این داستان یکی از ساده ترین داستان هایی است که مولانا مطرح کرده، فراتر از این شاید یکی از ساده ترین داستان هایی است که در ادبیات زبان فارسی در واقع متجلی شده و به منصه ظهور رسیده. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. خب خیلی ساده است مطلب، به ظاهر البته ساده است، اما در عمقش که میریم میبینیم که مولانا اینجا یک بحث بسیار جدی رو مطرح میکنه و اون هم در اصطلاح در واقع فلاسفه بحث تشبیه و تنزیه هستش. تشبیه یعنی اینکه چیزی رو شبیه چیزی در واقع تشبیه کردن، چیزی رو شبیه چیزی فرض گرفتن. شبان
خداوند رو تشبیه داره میکنه به یک انسان، انسانی که خب میتونیم که چارقش بدوزیم و شانه به سرش بکنیم و وقت خواب که آید جاشو بندازیم و ترتمیز کنیم، بگیم خب حالا استراحت بکن. که این ممکنه که در واقع بر اساس یک سخنی باشه که سخن با سابقه پیشین و دیرینه که خداوند میگه که من انسان رو به شکل خودم آفریدم. بر پایه این نظریه در واقع ما نگاه شبان در واقع بر این پایه استوار شده. تنزی هم اینه که خداوند رو منزه بدونیم از این که او رو به چیزی تشبیه بکنیم، او رو به چیزی شبیه بکنیم. خداوند به هیچ چیز شبیه نیستش و به قول سعدی میگه که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده‌ایم. خداوند در واقع اینجا منزه هستش از اون چیزی که ما بخوایم که اون رو تشبیه بکنیم به چیزی. خود مولانا هم میگه دیگه، میگه که ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چون من هر چیز که میخوام بگم و هر مثالی که بزنم تو از اون فراتری و خاک بر فرق من بکنن با این تمثیل‌های خودم، با این مثال‌های خودم که میخوام اون حقیقت کلی رو در واقع بیان بکنم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در. بار دیگه به بخش آگهی ها رسیدیم، میریم و باز میگردیم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
عزیزان، شما شنونده برنامه ما هستید، برنامه سخن عشق. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفتن چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هی. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. خب برگشتیم به ادامه تحلیل داستان. ما همچنان مشتاقانه گوش میکنیم. خواهش میکنم، در خدمتون هستم. یک نکته جالبی که به نظر من میاد اینه که به نظر میاد که در این داستان جناب مولانا در واقع یه جورایی میل و کششش به جناب شبان بیشتره. یعنی در نهایت یک اتفاق میفته، اونم اینه که موسی میاد و میپذیره که شبان هم میتونه از راه خودش به حقیقت برسه. این نکته بنیادیه در واقع بحث عرفانه. بله. یعنی در بحث عرفان ما بر این باور هستیم که هر کسی از راه خودش میتواند به حقیقت برسه و الزام وجود نداره و باید وجود نداره. در واقع عرفان اصلا اومده که این بایدها و الزامات رو در واقع، این بندها رو در واقع از بندگان، از جویندگان راه حق در واقع باز بکنه. و اونجا در واقع بیش از هر چیزی دل پاک در واقع در مبانی عرفانی مطرحه. ببینین این شبان داستان ما پیش از هر چیزی اون پاک دلیش هستش، اون ساده دلیش هستش که مورد توجه قرار داره و مولانا او رو در واقع از او جانبداری میکنه و از او دفاع میکنه و در نهایت حق رو به او هم میده، چون این با دل پاک نشسته، با زبانی ساده و با دلی پاک، خارج از هر گونه نکات زیبای ادبی و تمثیل ها و نمیدونم اینها، نه، یک زبان بسیار ساده ولی در این حال با دل پاک. یادمون باشه که ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ ایرانی، گفتش که به او گفتن که در جهان چه چیزی از همه چیز بهتر. ایشون فرمود که از بعد ایمان که خدا به بنده دهد، هیچ نیست بزرگتر از دلی پاک و زبانی راست. بنابراین مولانا اینجا در واقع سنگ بناش رو، بنمایش رو بسیار درست گذاشته. یعنی شخصیتی رو به وجود آورده که این شخصیت از هر گونه آلایش، از هر گونه افکار فلسفی، از هر گونه آموزه های ادبی خودش رو بی نیازه. و اصلا میگه موسیا آدابدانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. آدابدان نیست، ادبیات نمیدونه، فلسفه نمیدونه، علم کلام نمیدونه، این هیچی نمیدونه، دانشی نداره، اما سوخته جان و روانه. و اونجا خداوند هم میگه ما ناظر قلبیم اگر خاشه بود، گرچه گفته لفظ ناخاوزه رود. حتی اگر که در بیان بیاد چیز رو اشتباه بگه، چون که این قلبش خاشه هست، فروتن هست، افتاده هست و آدم صادقی است، ما با این ارتباط برقرار میکنیم. مولانا حتی یک زبان جدید رو برای ارتباط با خداوند به وجود آورده که این زبان رو خداوند میپذیره. و فراتر از این یک جای در مثنوی میفرماید که گر حدیثت کج بود معنیت راست، آن کجی مقبول درگاه خداست. یعنی حتی اگر تو یک سخنی رو کج بگی اما در درون خودت یک معنای راستی رو جستجو می‌کردی، آن کجی مقبول درگاه خداست. خداوند حتی اون کجی تو رو قبول می‌کنه به صدق دل تو، به خاطر نیت داره. بله، به خاطر نیت، به خاطر پاک بودن، به خاطر اینکه خودش رو پاک کرده از همه
در واقع خوزبلات حیات خودش رو پاک کرده، دل پاک داره. مردان خدا پرده یه بندار دلیده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده. هر دست که دادم دست آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جانم هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابند، جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدند. جانم قومی به بر شیخ مناجات مریدن. از دیگر مواردی که در ارتباط با این داستان میتونیم بهش اشاره بکنیم که به نظرم میاد مورد توجه جناب مولانا بوده، اینه که خردمندی در واقع از ارکان بنیادین دوست داشتنه و اساساً دوست داشتن بدون حصول به معرفت و دانش فاقد ارزشه. به قول مولانا میگفتش که این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. بسیاری معتقدن که فقط محبت داشتن و عشق داشتن کافی است، در حالی که ما در این بیت میبینیم که مولانا داره تاکید میکنه که به هر حال این محبت هم نتیجه دانشه، یعنی در اثر داشتن دانش و علمه که خود محبت هم به وجود میاد، خود عشق هم در واقع گسترده تر میشه و اینها اصلا از همدیگه جدایی ناپذیر هستن. یا حتی در جای دیگه میگه که در جهان هیچ فضیلتی بالاتر از آگاهی و هیچ گناهی فزونتر از نادانی وجود نداره. حالا در این داستان هم یک جایی اشاره میکنه موسی به شبان و درست هم هست این اشاره است، میگه که دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. و این به بحث همین علم و آگاهی در واقع اشاره میکنه که دوست داشتن باید همراه با دانش و معرفت باشه. چه به هر حال ما نمیتوانیم کسی رو دوست داشته باشیم بدون اینکه او رو بشناسیم و شناختن هم مستلزم داشتن دانش و علم هستش. مورد دیگری که باز به نظرم میرسه که در این داستان میشه بهش به اصطلاح توجه کرد، خب البته عرض کردم که این داستان از داستانهای خاص و ویژه‌ای است که سالیان ساله که مفسرین و حکیمان و فراخ اندیشان جامعه حداقل فارسی زبانان و حکیمان و بزرگان روی اون بحث کردن. ولی به هر حال اون چیزی که نکته دیگری که به نظرم میرسه اینه که عارف همواره به وصل میاندیشه و دوری از حق رو در واقع نمیتونه بر بتابه، چنانچه و براش در واقع شعر و ادبیات وسیله است برای وصول به حقیقت. شعر و ادبیات خودش هدف نیست. از همین جهت مولانا میفرماید که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من.
و بنابراین در همین داستان هم میبینیم که او اشاره میکنه به این که موسیا آدابدانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. و این در واقع شبان داستان مولانا سوخته جان و روانه، آدابدان یا ادیب یا فاضل نیست در واقع. عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. یکی دیگه از اون نکات اینه که تمام به هر حال پیشوایان بزرگ تاریخ برای این اومدن که وصل به حقیقت بکنن انسان رو و وصل به خداوند بکنن، و از همین روی در این داستان یکی از جدیترین مطالبی که خداوند در واقع مورد عتاب قرار میده موسی رو اینه که تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. یکی از تأکیدات بسیار جدی در مبانی عرفانی که مولانا هم در این داستان به او در واقع تلویحاً و بلکه مستقیماً اشاره میکنه، نفی پیش‌داوری درباره دیگران هستش. و اصلا بسیاری از اولیای خداوند از مستوران هستن، مثل خود شمس تبریزی. یعنی کسی اینها رو نمیشناسه و حتی ممکنه که در شکلی بسیار در یک حرفه بسیار پست و کوچیکی باشن، ولی در نگاه عرفانی اینه که شما حق داوری نداری، حق قضاوت نداری، چون شما نمیدونی، از درون افراد اطلاع نداری، شما فقط قضاوت بر ظاهر قضیه میکنی. در این داستان هم میبینیم دیگه، میبینیم شبان مقبول درگاه خداوند هستش و قضاوت کردن در مورد او در واقع یا داوری کردن در مورد او چندان عاقلانه به نظر نمیرسه. موسی و شبان به نظر من در واقع دو وجه گوناگون از درون خود مولانا هستند که در واقع این تابلو رو، این دوتا تابلو رو مولانا در واقع به نمایش داره میگذاره، چون در یک زمانی از زندگی خودش مولانا، مولانای داستان ما، خودش یک مفتی و فقیه و دستاربند بزرگی بوده که همگان باید در برابر دانش او در واقع سر تعظیم فرود می آوردن و به قول خودش سجاده نشین با وقاری بوده، و حالا یک آدم آزاده است که توی کوچه ها می گرده و بازیچه کودکان کوی شده به قول خودش، پای می کوبه و با 73 مذهب موافقه و هیچ کافر را به خاری نمی نگره و میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان مردنش باشد امید. و بنابراین خود او در واقع الان گاه در نقش موسی در واقع داره برای ما
اجرای نقش میکنه و گاهی اوقات در نقش شبان. به نظرم میاد این داستان در واقع دو تا حالت و دو تا مقطع تاریخی خودشه که به این شکل در واقع داره بیان میکنه. و اما نکته پایانی اینه که عاشقان تنها دل به دین عشق سپردند و آیین و مسلک و کیش و مذهبشون در واقع عشقه. و میبینیم که این شعر رو مولانا در این داستان مطرح میکنه که ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. و در واقع مثل محی الدین ابن عربی است که با او در واقع همراه شده، هم سفر شده و دل به عشق سپرده. اونجایی که میگفتش که در گذشته من از دوست خود روی برمیتافتم، اگر کیش او را همان مذهب خیش نمیافتم، لیکن امروز قلب من پذیرای هر نقشی شده است. چراگاه آهوان، صومعه راهبان، بتکده، کعبه، الواح تورات، مصحف قرآن، من به دین عشق سر سپردم و به هر کجا که کاروان آن ره سپار شود راه خواهم جست. و مولانای ما در واقع با خودش در واقع کاروان سالار عشق و محبت و دوستی و مهر شده در دنیای امروز و در جهان امروز. خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم، آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم تا وجود مولانا برمزد. روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خرم. دوستان آمدم با که این دفتر ممتاز کنم، باز و سخن را کنم آغاز، به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، نصیر است و رؤوف است و کریم است. خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده، گوهرهای گران داده، سر و صورت و جان داده، تن و تاب و توان داده، روح و روح و روان داده، هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده، و اینها پی آن داده که از شکر عطا و کرمش خواهش نفوشیم و زهر غم نخروشیم و زهر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و میستا بر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را. تو خدای منی، بار با وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو هم دم درد و دل و غم و آرامش شبهای منی. تو خدای منی، بار با وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو هم دم درد و دل و غم و آرامش شبهای منی. دوستان عزیزی که مایل هستند در کلاس‌ها و جلسات مثنوی که چهارشنبه آخر ماه در منطقه ولی و یا وست‌وود و با حضور جناب صفوت برگزار میشه شرکت کنند، میتونن با مرکز اطلاعات 08 ایرانیان و یا شماره تلفن 310-405-9231 تکرار میکنم 310-405-9231 تماس بگیرن و درباره نحوه حضور در جلسات اطلاعات لازم رو به دست بیارن.